خدا، به نام ایران و به نام آزادی. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خدایا احوال مردم ایران را به نیکوترین حالها دگرگون کن. نوروز روشنایی و خوشبختی را به ملت ما عطا کن و بهار آزادی و حاکمیت مردم را در ایران شکوفا کن. آغاز سال 1393 بر همه شما مبارک. هموطنان عزیزمان در سراسر میهن و تبریک به همه ایرانیان دور از وطن، تبریک به زندانیان سیاسی، تبریک به حامیان مقاومت و به اشرف نشانها در داخل و خارج ایران، تبریک به اعضای شورای ملی مقاومت ایران در هر کجا که هستند، تبریک به مجاهدان آزادی در زندان لیبرتی که در برابر که در برابر حمله و محاصره همچنان پایداری می کنند. و خجسته و مبارک باد حلول سال نو بر رهبر مقاومت ایران مسعود که همچنان مقاومت ایران مسعود که همچنان نامش خجستگی سالها و ماها و روزهای یک مبارزه شکوهمند، آرمانی و تاریخی علیه ارتجاع را تداعی می کند. ملت اسیرمان از زنجیر اختناق و خفقان دعا می‌کنیم. از خدای بزرگ نوروزی مردم و کشورمان، فرا رسیدن بهار آزادی و زندگی در خوشبختی و برابری و ایرانی عاری از اختناق، اعدام، فقر و سرکوب را مسئلت می‌کنیم. سال 92 سال شکست های زنجیره رژیم ولایت فقیه و سال کهکشان جهش ها و دستاورد های مقاومت مردم ایران بود. و سالی که از دقایقی پیش
شروع کردیم، یعنی سال 1393، سال خیزش ها و سال هزار اشرف است. دقایق پس از نوروز در آینه بهار به سال گذشته نگاه کنیم، سالی که با کهکشانی از پایداری و نبرد برای آزادی و کهکشانی از پیروزی‌های سترگ می‌درخشد. یک طرف قله سر به فلک کشیده مقاومتی مشروع و بالنده و پر امید، و طرف دیگر چاه باطل ظلمت و تباهی. آخوندها خواستند مقاومت مردم ایران را منهدم و نابود کنند، اما به جای آن خودشان به جام زهر سرنگونی تن دادند. چنین است که آغاز بهار در گوش ما سرود تغییر جهان ظلمت و نغمه آزادی و روشنایی است، و عید نوروز در دیده ما جشن نوشدن روزگار است و نشانه حتمیت نوروز آزادی. پس هر قدر که پاسداران کهنگی و تاریکی راه آمدن بهار را سد کنند، هر قدر که خون بریزند و ستم کنند، عید بزرگ ما راه خود را می گشاید. این سد شکسته می شود، این برج و باروی بیداد فرو می ریزد و ایران آزاد می شود. در این بهار دلپذیر چکامه ها شود پدید، ز آب ها، ز خواب ها، و از میان باد ها و یاد ها شنیده می شود صدای صد هزار ها، شنیده می شود میان این همه سکوت صدای آن که روی چوبه های دار ترانه خواند، ترانه دریغ و درد مادران، ترانه جوان صد جوان، ترانه جوان ها. آره، ترانه دریغ و درد مادران، ترانه دریغ و درد مادران، ترانه جوان صد جوان، ترانه جوانها. هموطنان عزیز، در سراسر سال 92 کارگران، دانشجویان و سایر اقشار مردم به جان آمده به اعتراض، اعتصاب و بستن جاده ها و خیابان ها یا اجتماع در برابر نهادهای حکومتی دست دادند. تظاهرات و قیام هموطنان بختیاری در خوزستان، کهگیلویه و بوی رحمت و اصفهان، خیزش شجاعانه دراویش در آستانه سال نو و حرکت ها و خیزش های چهارشنبه سوری، خشم و عصیان طوفانی نهفته در دل جامعه ایران را بارز کرد. یعنی که همه آنچه پس از قیام‌های 88 خامنه‌ای برای بستن دهان‌ها و بریدن زبان‌ها کرده بود شکست خورد. یعنی که شور و عشق بیکران یک ملت اسیر را نمی‌توان از بین برد، و همین اشتیاق جوشان است که به جای شومی و نحوست ملت فقیه، آزادی و خجستگی را برقرار خواهد کرد. هموطنان عزیز، سال گذشته کاری نبود که رژیم ولایت فقیه
برای از بین بردن مقاومت ایران آزمایش نکرده باشد و راهی نبود که برای متوقف کردن جنبش آزادی ایران طی نکرده باشد. اما درست در نقطه مقابل آن، مقاومت ایران لحظه ای نبود که در برابر این رژیم سستی و ضعف و تسلیم را مغلوب ایستادگی خود نکرده باشد و زمانی نبود که از فداکاری و پایداری خود قلبها و دیدگان یک ملت مشتاق آزادی را روشنی نبخشیده باشد. در برابر قتل عام و جنایت علیه بشریت در اشرف، برعکس خواسته دشمن، اشرف تکثیر شد و اعتبار و محبوبیت اشرف و اشرفی ها و کل مقاومت ایران فزونی یافت. شقاوت دشمن در آن جنایت بزرگ و پاکبازی قهرمانان به خون خفتش، از زهره و گیتی تا 50 مجاهد رکاب آنها، ایران و منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داد. به خصوص مردم ایران بار دیگر دیدند و دریافتند که چه کسانی بر سر پیمان آزادی خود ایستاده اند و خامنه ای و پسمانده های خمینی تهدید رژیم منحوسشان را در کجا میبینند. ایرانیان و جهانیان دیدند که قلب تپنده پایداری در برابر استبداد دینی و پادزهر بنیادگرایی در کجاست. به قول مسعود، اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران بود و اکنون اسطوره جاودانی تاریخ ایران و خلقهای جهان شده است. مجاهدان آزادی در مقابل چندین بار موشکباران لیبرتی هم استواری و صلابت خود را به اوج رساندند. آری، مقاومت ایران بارها پیکرش به خون آغشته و سرخ فام شد، اما استوار و محکم ایستاد و رستاخیز تاریخی همت و عزم ملت ایران برای کسب آزادی گردید. حقیقت این است که مقاومت ایران بنمایه بهار را یافته است، یعنی شکفتن و قد برافراشتن و درخشیدن در تیره ترین تیرگی ها و زمستان ترین زمستان ها. پس در برابر شقاوت ها و سنگدلی ها بر رزم خود افزوده است. در بقرنجی اوزا و در تلاطم حوادث بزرگ و در کوران حمله ها و توطئه ها، راه و راهنما را در تسلیم نشدن و نبرد هرچه بیشتر یافته است. بله، گوهر دستاوردهای ما در سال گذشته و شاخص و شاغول پیشروی ما در سال جدید همین است: نبرد، پایداری و تعهد و عزم صد برابر برای سرنگونی آخوندهای دین فروش و ضد دین و آزادی مردم ایران. پایداری بود که نقشه های خامنه ای و مجریانش از مالکی تا امثال کوبلر را برای انحلال و انهدام مقاومت در هم پیچید و توطئه ها و طرح های بزرگ هدایت شده از طرف خلیفه ارتجاع
و اطلاعات بدنامش علیه مسعود را به اتکای حمایت و محبت هموطنانمان نقش براب کرد. خلیفه ارتجا و اطلاعات بدنامش برای هزارمین بار بور، کور و از میدان به در شد و باید بداند که این توطئه‌ها نه تنها بر این مقاومت اثر نخواهد کرد، بلکه برعکس عزم و اراده این مقاومت را برای پایداری و شکست توطئه‌های آنها صد چندان خواهد کرد. درود بر همه شما و بر همه ایرانیان. داشتم بیلان سال گذشته رو میگفتم، البته گوشه ای از اونها رو. در سال گذشته اعتصاب غذای بی‌نظیر مجاهدان لیبرتی و اشرف نشانها و یاران مقاومت در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا که 108 روز به طول انجامید، مایه افتخار و تحسین ایرانیان شد که دیدند وقتی پای آرمان آزادی در میان است، از خودگذشتگی اعضای این مقاومت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. همچنین شکلگیری صدها انجمن و تشکل متخصصان و فارغ التحصیلان و صاحبان مشاغل مختلف که در 2 ماه اخیر شاهد تجمعات آنها بودیم، گسترش مقاومت میهنی برای رهایی از استبداد دینی را در تمام دنیا نشان داد. و همچنین جنبش بین المللی مدافع مقاومت ایران شامل هزاران نماینده پارلمان در اروپا، کانادا و خاورمیانه و همچنین آمریکا و استرالیا گسترش و ارتقای بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. بله، به عینه میتوان دید که عظمت پایداری ملت ایران و نبرد مجاهدان آزادی سال 92 را به نام خود کرد و شکوفاترین نوروز را برای سال 93 رقم زد. آری، بهار بزرگ، نوروز پیروز و عید آزادی در تقدیر است، زیرا که رشیدترین فرزندان ایران آن را با قلب و جان و روان خود تدارک دیدند و در پیانند تا طرحی نو در اندازند. بله، مجاهدانی برای آن به پا خواسته اند که بهار و یگانگی انسان را در فرد و جمع خود محقق کردند و نیروی پایداری آنها از همینجا سرچشمه گرفته است. از مسئولیت پذیری بی انتها و تعهد بی چشم داشت، آن هم نه فقط در امور اجرایی و سیاسی، بلکه در اعتلای مناسبات جمع انسان ها. مجاهدان آزادی ثابت کردند که با الهام از راهبر و آموزگار خود در بغرنج‌ترین شرایط با ارتقاء مناسبات جمعی خود توان رهبری پیدا کرده و آن را در عمل اثبات کردند و این چنین کورانها و گردنهای سهمگین
سنگین سال گذشته را پشت سر گذاشته و موفق و سرفراز سال نو را با عزم نبرد صد برابر آغاز می کنند. درود بر همه شما و درود بر همه آنها. در سالی که گذشت و در کشاکش بزرگی که در سراسر آن جاری بود، اثبات شد که جنبش مقاومت ایران در هر شرایط و در هر موقعیتی هماورد اصلی رژیم ولایت فقیه است و همچنان که موضوع اصلی و دائمی نگرانی آخوندها هم است و کشاکش میان این مقاومت و رژیم حاکم جبهه اصلی نبرد برای آزادی است. نگاه کنید که در همین چند ماه اخیر آخوندهای حاکم، سرکردگان سپاه پاسداران و همچنین سخنگویان و رسانه‌های عمده رژیم درباره مجاهدین و مقاومت ایران چه گفتند. می‌گویند مجاهدین تهدید و نیروی مقابله با رژیم در جهان اسلام است و این جنبش نقش اول را در مقابل با روابط آخوندها با دولت عراق دارد. تأکید می‌کنند که هر آنچه که از بابت تحریم‌ها و کاهش تعاملات جهانی با این رژیم پیش آمده ناشی از فعالیت مجاهدین است و یادآوری می‌کنند که حکومت ایران بارها اعلام کرده است که مجاهدین را خط قرمز خود می‌داند و هر کشوری که پذیرای آنها باشد باید منتظر عواقب آن نیز باشد و ما در روابط خود با این کشورها تجدید نظر خواهیم کرد. و خطاب به اروپا و آمریکا فریاد می‌زنند که موضوع مجاهدین یکی از سنگ محک‌های اساسی برای ارزیابی میزان صداقت اروپا و آمریکا است. بله، این کانون اصلی وحشت دائمی آخوندها از این مقاومت و پیشتازان مردم ایران است. آنها از تأثیر پایداری مجاهدان آزادی بر جامعه ایران تحت فشارند. بله، آنها از جنبشی که الهام بخش زنان و جوانان در مبارزه برای کسب آزادی و برابری است در هراسند و باید با آنها گفت که بیش از این به هراسند. تحولات سال 92 همچنین تایید کرد که در نقطه مقابل استواری مقاومت ملت ایران، زهر شکست در سراپای حکومت ولایت فقیه جاری شده است. خامنه‌ای در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری شکست خورد و این شکستی برای تمامیت این رژیم است که بدون یک دستی و انقباض کامل قادر به حفظ تعادل خود نیست. رژیم ولایت فقیه در برنامه اتمی خود، یعنی بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه سیاسی و استراتژیک این نظام در 25 سال اخیر شکست خورد و به ناگزیر به امضای توافقنامه ژنو تن داد. رژیم آخوندی در مهار اوضاع عراق به سود دولت دستشانده خود شکست خورد و حالا با قیام و ایستادگی مسلحانه مردم استان انبار مواجه است و همچنین آخوندها در غلبه بر فروپاشی اقتصادی کشور که رژیمشان را در هم کوبیده شکست خوردند. فرمانده سپاه پاسداران ولایت فقیه اخیراً گفته است که کشور ما بحرانی است و ما با بحران مواجهیم. رفسنجانی گفته است که ما منابع اساسی من را از دست دادیم و وزیر خارجه آخوندها میگوید ذخایر استراتژیک رژیم تخلیه شده است. بله،
بخشی از واقعیت همین است. بحران زدگی، وارفتگی و ریزش وفادارترین نهادهای حکومت و زوال بنیه استراتژیک آن. به همه اینها آمادگی اجتماعی برای تغییر بنیادین، همچنین وجود آلترناتیو دموکراتیک و جنبش سازمان یافته را که دشمن به هزار زبان به آن اذعان می‌کند اضافه کنید. بله، معنای مرحله سرنگونی رژیم آلت فقیه همین است و این است صورت مسئله واقعی ایران. یعنی صورت مسئله نبرد رهایی بخشی که بهاران آزادی ایران را رقم می‌زند و چنین خواهد شد. با یاد شهیدان و قهرمانان اشرفی و همه زندانیان سیاسی شهید و مقاوم، سالی جدید را در پیکار برای آزادی آغاز می‌کنیم. راستی کدام زمستان مغلوب بهار نشده که تاریکی و انجماد ولایت فقیه بتواند دوام بیاورد؟ بله، ارتش آزادی و ارتش بهار خواهد رسید، ابرهای سیاه را خواهد شکافت تا آفتاب نوروز و آزادی در تمام ایران سر بزند، در تمام خانه ها و کوچه ها و شهرهایش. هموطنان عزیزم، تاریکی و زردی و کهنگی را از آن رژیم ولایت فقیه و شادی و شور را از آن خود سازید و به هر نحو و هر قدر که می توانید به شادی و جشن عید برخیزید. زین تخت و تاج سرنگون تا کی رود سیلاب خون؟ این تخت را ویران کنید، این تاج را وارون کنید. هرچند آنجا که به آخوندها برمیگردد، آخوندهای مرتجع، آنها سال 92 را برای مردم ما به سال اعدامها، سرکوب و فقر تبدیل کردند. ولی شما هموطنان ستم دیده و فقر زده در همه شهرها و روستاها به هر نحو ممکن و با هر امکانی که میتوانید به شادی و جشن عید برخیزید. شما زندانیان سیاسی هم در اوین و گوهردشت و همه زندانهای ایران مثل هر سال در تک تک بندها یا حتی سلولهای انفرادی خود عید را گرامی بدارید و شکست خوندهای مرتجع را جشن بگیرید. و شما خانواده های قتل عام شدگان سال 67 و همه شهدای راه آزادی بر مزار فرزندانتان در خاوران و سایر نقاط ایران یاد آن قهرمانان را گرامی بدارید و به آنها بگویید که راهشان پر رهروتر از هر وقت دیگر ادامه دارد و مجاهدان آزادی و مردم ایران و مبارزان راه آزادی آن را ادامه خواهند داد. و شما ایرانیان دور از وطن، به رغم دوری و غربت، شعله های امید را در جشن نوروز خود هرچه فروزان تر کنید و در زندان لیبرتی کنام دلیران و قهرمانان ملت ایران، شما ای مجاهدان آزادی در سنگرهای آزادی، به رغم محاصره قضایی و درمانی و با وجود آماده باش‌های مکرر برای حملات موشکی دشمن،
با هر آنچه که در دست و در توان خود دارید نوروز امسال را بیش از هر سال دیگر و شادتر از هر بهار جشن بگیرید و پیام سرزندگی، جنگاوری و پایداری و پیروزی را در تمام جامعه ایران ترویج کنید. درود بر همه شما. سال جدید باز هم بر پیمان و تعهد بزرگ خود پای می فشاریم. تعهد سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و آزادی ایران زمین. به ما نوروز باد، روز ما بهروز باد، کارزار ما جهان پرداز و دشمن سوز باد، پایداری فاتح و پیروز باد، شام ایران روز باد، شام ایران روز باد. عید نوروز سال 1393 بر همه شما مبارک باد.